تمیز کن اونجا رو. عجله کن. چش. الو بله. بابا جمال تو داش ابرام. دیر شد بابا برتونی راستا رو. قربون تو. نه هنوز آمدی نیومده. باشه بهش میگم. اون دیر کرد. سلام علیکم آقای. علیکم رفته؟ نه هنوز نرفته. خدا رو شکر. برم به کارم برسم. علی اومده. باش موشو. شرمش. برقش بنداز. چطورم؟ کولاکه. بس دیگه. یه خودی برقش بندازم برم. بسه. خوبه؟ نخشره. بهتره که چشم حسود بیگونه. خواستنی شدی آقا متی. بزن. خوبه. بریم ترپوز. بره ترپوز. آی پسر. چارپای آقا متی رو بعد بیار. چقدر ناز کنی ناز کنی ماز که بلدان منی اینه نختی نختی علی اومدم استان اینه بفرمید این چهار بایتون اینه معلومات جنوالی علی سر پستم جایی ناری بابا بازم نشستی؟ نازه تو برم ادام نوچندار این اون قرقابل میمونه علی اومدم استاد گوشم بگوشم این پولو بیچی؟ بله بذار به حساب بانک ملی هم از این نظر یاد این هم مثل صادرات خیلی خب پس شد بانک ملی و بانک صادرات میگم استاد چطوره که بذارم یه بانک دیگه؟ نه بذار همون چی که گفتم بذارم همونجا آره باشه چشم استاد میذارم همون چی خودت دوست داری آره جون باشه اومد بابا سامان دست خوش بابا استاد دست خوش بازم که گوشتی بره دختره که پک که میخواد بیازو بگیری نمیدونم تا میبینمش دست بابا گم میکنم آخه باستی چشم که بهش میفته بند دلم پاره میشه لاچردار یه جوری نگاه میکنه که زبون تو جلوم کلید میشه اولار راحت کن بیاد تا بالا نکشه بسیشم باش حالا بدش به من آخه اینم شد کار اوستا چه تومکه؟ تو آخر اون که نمیشه چاپه گوش بیرون روزنامه داد دست تو قلمبه قلمبه پول رد و بدر که قرمت برن تو عقلت نمیرسه از خاطر خواهی چیزی سرت نمیشه هیبت این پول هاست که ذره ترکش کرده و نای جواب دادن ازش گرفته برو ببین کیه پای تلفون چشم خودمون این میتی این علی هم راست میگه ها آخه این جل سجم و اصف چیه که ما داریم حرف نزده لالمونی میگیم ببری میتی باشه چشم اطاعت ساعت کم نشه قربون شما مرمت زیاد کی بود؟ از پرورشگاه بود آقا میتی گفتن جلسه امروز یادتون نره من که حالشو ندارم آخه واسه چی؟ مگه نه این که حرف بزنی دختره رو میگم خب که چی؟ خب دیگه بهتر از این چی میخوای؟ با یه تیر دو نشون میزنی اوسا هم خودی نشون میدی هم با پروین خانم حرف میزنی فکر نکنم امروز اونم باشه یه قربونه برم ممکن نی آخه ناسلامتی و منشی اونجاست راست هم میگی اما چی بگم؟ حرف بزن اوسا جس بگی واسنش عقل کن تخ کن بالا برو پایین بیا خودی نشون بده حالی به حالیش کن اوسا وارد چون نوت کن نطقه قرار کلون بریز بیرون آخه مگه میشه اینجور نطقه اونا تو مدرسه کلی سواد میخواد کار هر کسی نیست اوستا اگه اجازه بدی خودم واسه یک خطابه مینویسم که تا خوندی مال خودش بپره بیاد تو بغلت نفهمیدم بی‌معرفت پر رو حالا دیگه خطابه نویسم شدی؟ نه اوستا خودم که نمینویسم میدم یه لیسانس به بالا واسه بینویسه خیال تخت باشه رو سفیدت میکنم متشکرم. و ما از شما خانم ها و آقایان انتظار داریم که به فکر بچه هایی که در این پرورشگاه مشغول تحصیل هستن باشید. خیلی متشکرم. یا لوسان حالا دیگه موقعشه طرف تو نخ ماست پروین طرف بیا بگی یک نوتقی واسد نمیشتم که کیف کنی اوستان بگی علی
کلامو بردارم از که بهتره. نه اوستا اینطوری خیلی با هیبتتری. واسه اینکه سنگین تر برگزار بشه بهتر اول معرفیت کنم. چطوره؟ توف به گروه پدرت بیاد که هر کی میکشم از دست تو هر غلطی میکنی. الان ترتیبش میدارم. توجه بفرمایید، توجه بفرمایید، توجه بفرمایید. با اجازه بزرگترام، استاد محترم آقا مهدی گل میخوان افتخار بدن. یک چند کلون برای شما فرمایش کنن. به افتخارشون کف مرتب بزنید. باشه دیگه معطلش نکنید. نمیتونم علی، پام راست نمیشه. نمیتونم، کدومه خیته، دارن نگامو میکنن. به افتخارشون کف مرتب بزنید. باشه برو ملاقات. ببخشید. الو الو علی، صدا میاد؟ آره داریم یه روستا، بگو. اهالی محترم، البته من قبلا تو سندیکا که نطق میکردم هر رو نوشته نمیخوندم، چون من رئیسم. چونتم اینست که باید کاش من فرمایش بفرمایید. خفش و فستر تو حرف بزرگترا ندو. البته این ریخت و پاشایی که شده به خاطر کل روی یه نفره که خود توف به ذات پدرت. بیم ما رو به چه کارایی وامی داری؟ به من چه اوسم که موفق شدی من میگه دست باشه خون چشم. آقا مهدی حتما الان منتظره. ای ساعت چنده؟ یه رو به چهاره. آره اونجا نشسته. سلام معبود من. سلام بر تو ای کبوتر زیبای من. خواهش میکنم به ندای قلبی من بی که تنها از عشق تو موج میزند و به خاطر تو میتپد. آه باور کن شوق دیدارت قلبم را میلرزانم. همیشه به خودم میگم که آیا این فرشته قشنگ عروس آینده من است که خرامان خرام از مقابلم میگذرد. آخ جون موقعش او سرا بیا بریم بزی اخته بره تو حال دیر میشه. بعد هیچ کس نمیتواند بفهمد که در قلب خسته من چه میگذرد. حتی تو، تو اولین به آخرین عشق من. آقا مهدی اومد. حالا آبش در میاره. هیچ کس را یارای مقاومت در مقابل من نیست. ای مردی که بی مقاومت من خودت بار مادر نداری. یاره دنبال سر بچه من خود رو مادر تو جیگره تو در میاره. شما باید نیکای نماشه. ببخشید من میخواستم چیز کنم، یعنی بهتون بگم که آره دیگه منظورم چیزه. چی چیز؟ یعنی میخواستم باز شور اومدی اوستو گوشتی بره ناکسه اوستو زایه کن نقشه علکی با تو. من چه اوستو تقصیر اون شاگه زایه کنه؟ ممکنه، من فکر میکنم که این نقشه خودشون بود. خودم هم همینطور. خوش به حالت، طرف واسه خاطر حرف زدن با دست به چه کارایی میزنه. تو فکر میکنه ازدواج داشته باشه؟ حتما. اینطور مردا اگه بخوان زن واسه شون زن زیاده. تو محل این کارو نمیکنه. راست میگی، خودم اینو میدونم. من اگه جای تو بودم خودم باهاش سر حرفو با میکردم. چه جوری مگه میشه؟ میشه؟ چرا نمیشه؟ بهش تلفن کن. تلفن؟ آره، شمارهشو بگیر و باهاش حرف بزن. تو خدا من رحم کنین ما کسه بی معرفت تو باشی و ساقم ایتی نقشه علکی نکشی. شق شقت میکنه شایه زی میکنی نا که با به خدا من میگونم نقشه من درست بود. دختره میخواست حرف بزنه. الان راسته تو در میارم یک کباب چنجه حسابی ازش درست میکنم میزنم گلت بگیرم. این کارو نکن به خدا من اصلا راسته ندارم. میبینم علی ببین تلیف چیه. شانس آوردی که تیلیف صدا زد. شهرستان بود جواب نده. الو الو، یه خود باید جلوتر، صداتون ضعیفه. با آقا مهدی کار دارم. اوستا تو رو میخوام. بپرس کیه. شما کی هستین؟ پروین. چه چرین؟ پروین. اوستا خودش پرکی خانومه. پروین یا جد تو چی بهش بگم؟ خدایا چی بهش بگم؟ کوکم کن بار الله ببو راست حاضره. خفه ایو آقا مهدی اول سلام کن. حال شو بکن. سلام آقا مهدی، حالتون چطوره؟ به حال شما نمیرسه. ای همچی بفهمی نفهمی خیلی بهتره. صداتون ضعیف از شهرستان صحبت میکنی؟ یا تو گوشی رو برین جلو.
ببخشین که مزاحم شدم. میخواستم شما رو چند دقیقه ببینم و باهاتون حرف بزنم. با من حرف بزنین. داره قرار میذاره. بابا تو بمیری. بابا والا هر جا که شما بخواین. بگم کجا بیا. کجا بیا؟ بیا چاپانوگا. اون چه مالا چه؟ اون یه جای دیگه بگو. بگو بیا کجا؟ بگو بیا باشه لبرودخونه. لبرودخونه. آره بعدم نگفتی. ببخشین با شما نبودم. آخه اینجا شلوغ آشپزخونه است. باشه میاد دوباره. منم با خودش با کنار. میریم لبرودخونه. چه عجب اومدی؟ دست درد نکن، عجب چیز خوبیه این پارچه. خب چی داشتم میگفتم؟ آره یارو داتیه میروش دکتره، میگه آی دکتر دستم بدون من هم پنج روزه که دست ما همین شکلی مونده. دکتره دست آره ماینه میکنم و چیزی سر در نمیاره. میگه گفتین چند روزه که دست شما این شکلی مونده؟ یارو میگه پنج روزه. دکتره میگه خب بگیم ببینم اولش چجوری بوده. یارو میگه اینجوری بوده. باید من خیلی کردی بود من گرممه میرم یه خورده آب تنی کنم تانا نشد مای انتکیو تحویه کنیم برشو دنبالش برو مراقب باش کسی اون دوره برای دید نزمه رفته بالا اوستا گرمه شده آفه چش پیششه داره خانم بایدی منم بیام از اون جلت هاست ناکست علی آقا پسر خیلی خوبیه خب دیگه به اوستاش رفته شاگرد ما میدونی پروین فکری هم که چرا یکی به نر میزنی یکی به میخ یه آره و نگفتن که این همه سهرا کبرا چیدن نداره اگه بگم از خودم این ممکنی باورت نشه اما چی؟ میترسی از چی؟ از بیکاری؟ از بیپولی؟ از چی میترسی؟ نمیدی هیچ کدوم اینا نیست نکنه میترسی بعد شیش ماه از سیرشم و برم دنبال الباتی؟ راستی تو خیال میکنی ما اینقدر نامردی این چه حرفیه مهدی؟ به خدا از روزی که تو رو شناختم دیگه هیچ کس واسه دلم میخواد روز و شب پیش تو باشه خب با ایشالا که خیره باز که انور خواب میده قبول نیست ده ناکس شیشتا شیشتا میده جلو داشت قلبم وایساد زهر من میترسم فکر میکنم اگه حقیقت رو به مهدی بگم خیلی بهتر باشه چه حقیقت دیوونه فکر میکنه اگه بفهمه کی بودی بازم ازت بخواد که باش عروسی کنه واقعا منو دوست داشته باشه این کارو نکنه سندر بگه آش به همین خیال باش سایش هم نمیبینیم میگفتم شوهر تصادف کشته شده مارسی آره تو بچه رو چی؟ اونو چی کارش کنم؟ فکر اونو نکن بله اگه تو پرورش باز من خودم نگرش میدارم شش تو گفتم مثل بچه خودم از اومد نسته عوض کنه مهدی خیال میکنه که شوهرش تو تصادف کشته شده یعنی خودش اینطوری بهش گفته بیتا کاری میکنم که آب خوش از گروش پایین نره باز که وایسادی دید میزنی خب ما رفتیم تو واسه چی در این اتاق قفل میکنی؟ تو این اتاق چیه که من نباید بدونم؟ چیز به خصوصی نیست راستش خوش ندارم اون اتاق رفت آمد بشه فقط همین نکنه توش سر بریده قایم کردی ها؟ کاش سر بریده قایم کرده بودم پروین ازت میخوام که هیچ وقت در اون اتاق باز نکنی باشه هر چی که تو بخوای مهدی بهت قول میدم که هیچ وقت این کارو نکنم ناز تو برم که انقدر خانومی با دیگه خداحافظ تا دم در باهات میام انقدر خجالتمو نده ای هر رو هر رو تا دم در ای کسی تلفنی منو خواست بگو زنگ بزنه به سالون من اونجا باشه زور زور بیا یا رو چشم به سلامت قربون تو
چه داری بقلیا؟ و علیکم. چی میخواهی؟ برای پیغومی آوردم. از کی؟ هاشم. از زندون آزاد شده و علنم اینجا از تو شیرازی. آره کتاب بورتو گم کن بله به شوهرم خبر میدم. بهتره خبر بدی چون خوشحال میشه اگه بفهمه عیالش چی کاره بوده. میخواد ببیندت تا ساعت 11 فردا بیشتر وقت نداری. اگه نیای همه چی رو به مهدی میگه. خودت هم خوب میدونی که هاشم بلوف نمیزنه. اگه از اسخر دست نکشی میکشمش داغشو به دلت میزنم. خوش چی رو بهش گفته بودم؟ اینجوری که بوش میاد زنک اصلا حالیش نیست. اینگار نه اینگار که تو رو میشناسه داشی. یواش یواش حالیش میشه. اگه همه چی رو کتمون کرد و زد دیرش که من اون نیستم چی؟ این کارو نمیتونه بکنم. یازده ده دقیقه کمه. تلفن کجاست؟ تو اتاقی به پا سردی نکنه. هم زودتر پاش بیا. اومدم. آقا تو خدا یه خورده تونتر با. تونتر از این نمیشه خانم، ممکنه تصادف کنم. ایستادی آقا؟ مگه نمیبینی خانم چرا قرمزم؟ الو باغ مهدی کار داشتم. گوشی خدمتون، الان میرم صداش میکنم. نه 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 همینجا تو آشپزخونه. آره جونم گوشی خدمته. آقا ساعت چنده؟ 11:03. نگفت کیه؟ نه اوستا، حرفی نزد به من. الو، خودم هم بفرما. شما منو نمیشناسی؟ هیچ هم خوش نهارم خودم رو معرفی کنم. برای یه چیزی هست که باید بدون بدون نظرم که خودشی. آشو درم آقا رفتم. یه نقل گوچ خدمتون باشه. بقیهش آقای ناشناس. چیه اوستا؟ یه ناشناس. خب چی میگه؟ فعلا که هیچی. الو ده پچه را حرف نمیزنی؟ نکنه خفه خون گرفتی؟ چی شده اوستا؟ نمیدونم چه مرگش حرف نمیزنی. رسیدی شوهرت بود. از من چی میخوایی؟ هیچی، دلم وسط تنگ شده بود. هنگ ساره که ندیدمه. این گذشته باز به تبریک میگفتم. خوب حالوی تور کردی. حرف آخرت بزن، از من چی میخوایی؟ اول خودتو میخواستم، ولی حالا که میبینم شوهر کردی نظرم عوض شده. یه خونه پول و پله میخوام، البته به عنوان قرضی. قرضی حق و سکوت؟ خواستم که راستش بالا باشه محترمانه گفتم. خودت میدونی آدمی که 5 سال حبسی کشیده دستش به جای من نیست. باز دوست آشناهاش پر و بالشو گیرم. تو خیلی پستی هاشه. اسقر رو ازم گرفتی، آواره کوچه و بازارم کردی، بازم دست فردار نیستی؟ بعد که گفته بودم خوشگله، یا با من یا با هیچ کس. اما تو هیچ کدومش رو انجام ندادی. حتی زحمت یه ملاقاتی اومدن رو به خودت ندادی. میمدم که چی بگم؟ بگم سرت سلامت که شوهرمو کشتی؟ گوش کن هاشی، از دست تو داره جونم به لبم میرسه. اگه شاخو بر نداری راحتم نداری. حامید میگه تو رو وایسه ها؟ آره این کارو میکنه. چه دروغ میگی؟ واسه اینکه نمیتونی، نمیتونی به شوهرت بگی کی بودی و از کجا اومدی. میتونی؟ چقدر میخوای؟ 10,000 تومان. 10,000 تومان؟ ای بابا، واسه یه همچین معامله پول زیادی نیست. درسونه شنیدم شوهرت مایه تیلش خیلی خیلی خوبه، به جاش بر نمیخوره. خیلی خوب میارم، ولی به یه شرط. چه شرطی؟ که گورتو گم کنی و واسه هنشیراز بری. فردا همین موقع منتظرتم. ایدی
منچنه فکر کنم چه خواستی کلک بزنی. بعد از مردن اون دیگه حتی خیالشم نمی کردم که طعم آسایشو بچشم. روز و شب غم می خوردم و این هو آدمی که دلشو گذاشته باشم تو مشتش این در اون در می زدم. خودم هم نمی دونستم چی می خوام و دنبال چی می گردم، تا اینکه تو رو دیدم پروین. تو زندگی منو عوض کردی، دنیایی رو نشونم دادی که خوابش هم نمیدیدم. خیلی دوست دارم، دلم میخواد اینو بفهم. تو داری گریه میکنی؟ چیزی نیست. چی شده؟ من ناراحت کردم. این چه حرفیه میزنی؟ تو اینقدر خوبی که حیفم یه شوهر من باشی. فکر باطل نکن، بگو اینم چی شده که این همه قصه داری؟ مادر زهره مریضه، میخوان عملش کن. خب این که غمی نداره، خوب میشه. میدونم، برای عملش نیست. پا واس چی گریه میکنی؟ خرج عملش زیادی، خودت که میدونی زهره وضع مالیش خوب نیست. حیف این چشانیست که واسه خاطر مال دنیا تر بشه. خب خرجش هرچی باشه تو میدی؟ من که چیزی ندارم. اشتباهت همینجاست، هرچی که من دارم مال توه. چقدر میخوام؟ 10,000 تومن. 10,000 تومن همش؟ میدونی هر کدوم از این قطرهای اشک چقدر میارزه؟ قد همه دنیا. مهدی صبح میدم واسه شون ببر. مهدی جون تو مارو خجالت رو میدی، نکن مرگ من. کجا بودی؟ یه ساعت از ظهر رفته. رفته بودم. کجا؟ پیش زهره. مگه یادت رفته؟ خودت پول دادی که ببرم براش. اوه لعنت به این حواس من، اصلا یه مریض خونه نبودم. خیلی ببخش کرد. شما پرسی غلط نکنم دنبال شهر اومدید. چه شهری؟ این که حسیا تو دیار میتی چلوی آفتابی شده شهر نیست. از شهر میزنیم بی سیاوازی هاشم خان، فقط بدون که میتی با اثر خیلی فرق داره. یه شیراز اون اگه میبینی دنبال خونه داشتو نگرفت به خاطر آبروش بود، رایلا میومد سراغت. میخوای بگی که میتی داشت اسخره؟ یعنی تو نمیدونستی؟ خبر خوبی بهم دادی. سلامتی نیمشه جون. سلام.
ماهت برم الارد و برات بخوره به جونم. دلم براش یه ذره شده بود. چجوری آوردیش؟ به مدیر گفتم میخوام ببرمش گردش، باید خیلی زود برش گردونم. مامان جون پس من کی میبری پیش خودت؟ باید صبر کنی دخترم، به موقعش خودم میبرم. خاله زهره میگه اونجا که تو کار میکنی بچه نیست. راست میگه جونم. کی میتونه باشه؟ نمیدونم، الان میبینم. واسه یه عروسک گنده خریدم، خیلی قشنگه، میخوای ببینیش؟ آره مامان جون. قربونت برم الهی. نپاچون دیگه رو بکن. شما هستین چی میخوای؟ یه قیل و قلب و گوف. یعنی قربونت برم یه فکیلو. اینجا چی میخوای؟ بگو پروین بیا. پروین کیه؟ دوست عزیزه، زن آقا بهتی. من همچین کسی رو نمیشناسم. اگه زود از اینجا نریم بیرون شوهرم رو صدا میکنم. انگاری با دست کورا درم بری. مشکل ما همه چی رو میدونیم، نه شوهری تو کاره، نه احد و ناسی تو این خونه هست غیر تو و پروین. ماشین واسه چی اومدی اینجا؟ چی میخوای؟ عرض نکردم. تو بیبرو تو اتاق، بچه تنهاست. عجبا، وا حیرتا، حقا چه دومی نداری زن؟ مگه قرار نبود گورتو گم کنی یا برگردی تیرون؟ خواست رفتن یه رفعه دیگه ببینم تو خاک بریزم رو شستت. منظورت چیه؟ الحق که خیلی زرنگی، هیچ نمیدونستم هم از توبره میخوری هم از آخو. از قرد نشد بکی، هرچی باشه زن داداش به داداش بیشتر میرسه. تو از چی حرف میزنی؟ یعنی تو نمیدونی مهدی چرا داشت اسخریه که 5 سال حبسیشو کشیدن؟ نه این حقیقت نداره، تو دروغ میگی. عالم و آدم این مطلبو میدونم. میتونی از خودش بپرسی. باشو باشو آفوره نگه یه حالا پستش گذشته. فکر میکنم وقتی مهدی این مطلبو بفهمه کلی خوشحال بشه. تو از جون من چی میخوای باشم؟ چرا راحتم نمیزنی؟ تو؟ حلال مشکلات؟ من از کجا بیارم؟ از همونجا که دفعه پیش آوردی تا پس ساعت 11 وقت داری، حالا خود دانی. هاشم تو رو خدا به من رحم کن، زندگی ما خراب نکن، من نمیتونم این پولو فرار کنم. فردا ساعت 11 هاشم. اگه لازم بشه واسه خاطر تو از دنیا هم دست میکشم، اون که داشتم. خلاصه اون زن کافه‌ای داشتمو بکشتند، از ترس آبروم پیگیرش نشدم. واسه ما افت باش که با یه زن طرف بشه، ولی اگه یه روزی به پستم بخوره اینو سج میکشمش. مگه نگفته بودم که تو این اتاق نیایی؟ من میخواستم. میخواستی چی بدونی؟ که این تو چه خبراییه؟ منظور بدی نداشتم، باور کن. اینو مطمئنم، واسه همینم به این بر نخورده. خب حال اومدی بهتره همه چی رو بدونی. این داشمه، خبر مرگش قدم و تا کرد. خیلی دوستش داشتم. ننم دم مرگش اونو دست من سپرد، اما من نتونستم پسش بر بیام. سر به هوا بود، چالش خیلی باد داشت، حرفای گنده گنده میزد. بهت گفته بودم که این خونه تنها یادگار بابا ننه ماست. خدا بیامرزدشون.
ما اینجا بزرگ شدیم. باری وقتا که اصغر می اومد شیراز تو این اتاق می خوابید. الان 5 ساله که رخت خوابش رو دست نزد. خوش دارم همینطور نگرش دارم. یادگار داش جوون مرگمه که به خاطر یه رقاصه کافه تیکه تیکه. یه آخه شنیدم این مرد کلبران چی آدم صاف ساده ای هم نیست. ما توکلمون به خداست داشتی، هیچ وقت سرمون کلا نمیره. بازم اگه استخاره میکردی بد نبود. بلا یعنی چه؟ علی اینجا کسی اومده؟ چی شده بوستان؟ پولام نیست، تو عجیبه مردشتی؟ تس ورده بوستان، نکنه صبحی شوخیت گرفته؟ جدی میگم علی، جیبان پاک خالیه. لابد به کسی دادی یادت نی؟ نه، از خونه یه راست اومدم اینجا. و با این حد خواهی بگی من کش رفتم؟ او که نه اه. اما بالاخره میدونی گوش کن اوستا، الان 10 ساله که دارا نداره زیر دست منه. اگه میخواستم تا حالا 30 جور زیروش میکردم و صاحب همه چی شده بودم. نه اوسا، این تو ذات علی نی. ما اگرم دوز باشیم دست تو جیب ولی نعمتمون که نمی کنیم. تو حالا باس اینه فهمیده باشی. چرا پرت و پلا میگی بچه؟ همه زندگی فدا یه مود. من فقط میخواستم پرسیده باشم. آخه خدا نکرده تو رفیق منی، عزیز منی، اتو نپرسم پرکی رو پرسم. حق با شماست، ما تون رفتیم. فراموش کن، شاید دیشب وقتی که کتمو در میوردم کت یه وری شده و پولا عجیبم افتاده تو اتاق. اینم ممکنه اوستا، کن یه تلفن بزنیم بپرسی. بعدم نگفتی. کسی خونه نیم؟ شاید پروی خانم تو حیات و صدای زنگو نمیشنوته. حتما من یه سر میرم خونه، جنگی برمیگردم. باشه. یعنی چه جوری شده؟ سلام آقا مهدی. و علیکم. حالتون چطوره؟ شکر خدا زنده این. چه عجب از این طرف ها؟ پروین خونه نبود، گفتم شاید اومده باشه پیش شما. نه اینجا نیومده، شاید رفته باشه خرید. ممکنه، ببخشی مزاحم شدم. اختیار داری. راستی حال مادرتون چطوره؟ مادرم؟ آره، مگه احوالش نکردی؟ آره الحمدلله خیلی بهتره. خیلی ازتون متشکرم آقا مهدی. آفی اقوال من بهش سلام برسون. حتما، خیلی ممنون. سلام. کجا رفته بودیم؟ کی؟ از صبح تا حالا. مگه تو خونه اومده بودی؟ گفتم کجا رفته بودی؟ رفته بودم زهره رو ببینم. دیدیش؟ آره، خیلی هم برات سلام رسوند. تو این خونه اگه بخواد لبت به دروغ باز بشه زبونتو از حلقت میکشم بیرون. بگو کجا رفته بودی؟ ولم کن تا بگم، بازمو شکستی. بنام به خدا منظوری نداشتم، ازش ترسیدم، فکر کردم ممکنه عصبانی بشه. افشی، از چی ترسیدی؟ بفهمی بازم رفته بودم بیمارستان. آخه زهره که باید بره مدرسه، اون میچورم کسی دیگه رو نداره که بهش سر بزنه. لعنت به تو زن، مریض خونه رفتن که ترسی نداره. بهت قول میدم که دیگه هیچ وقت دروغ نگم. ازت معذرت میخوام.
زخر لغرت بیرات دل سیاه شیطونه قربونه دسته نمیذاری که آدم حواس جمع باشه. صبح رفتم سالن واسه یه معامله ای، دیشب پول جیبم گذاشته بودم اما نبود، فکر کردم از جیبم افتاده تو خونه، برگشتم که پولا رو بردارم دیدم نیستی. من ازت معذرت میخوام، حق با توئه، نباید بهت دروغ میگفتم. خب دیگه حرفشم نزن، درس بگیر کوتاه بشه. تو پولا رو ندیدی؟ نه من اتاقو جارو کردم، پولی اونجا نبود. باز حتمانی بیرون از جیبم افتاده. از سبزی پاک کردنت پیداست که نهارم هیچی درست نکردی. من میرم برمیدارم الان میرم. الو سلام پروین، کجا بودی؟ سلام زهره جون، حالت خوبه؟ مهدی خونه هست؟ نه حالش خوب بود، به نظرم فردا مرخصش کنه. آقا مهدی اومده بود اینجا دنبالت. آره کیه؟ زهره سلام میرسونی. سلام مارم بهش برسون. آقا مهدی هم سلام میرسونی. گوشی رو نگه دار. طوری شده؟ نه چیزی نیست، ایرادی نداره فردا صبح من با زهره یه دقیقه برم بیرون. کجا میخوام برین؟ قرار فقری نداره، به شرطی که زود برگردی. باشه سب کن، الان مامان پیداش میشه. سلام زهره جون. مامان سلام، چه قدیر کردی؟ برم الهی دختر خوشگلم. کجا بودی مامان؟ دلم برات یه سر شده بود. منم دلم برات تنگ شده بود. مای قشنگت برم برسه تو برم خوشگله من. خب بگو ببینم چه اتفاقی افتاده، چی شده؟ دیروز بعد از ظهر یه مردی اومد مدرسه پیش من، همونی که تو بهش میگی جعفر. چیکار داشت؟ ماشالله هزار ماشالله، عین او بابای خدا بیامرزشه. اینجا چی میخوای؟ نترس، اومدم بهت خدمت کنم. اگه دیروز قول ندادی دیگه تو این شهر نمونی. بچه قشنگیه، حرف که نمیتونی نگرش داری. میگم چطوره بدیش به من؟ آخه خدا رو خوش نمیاد که بابا نداشته باشه، مگه نه دکتر؟ اونجاست نزن. نه خوشم اومد، پیشرفت کردی. زهره جون قربونتم، اینو ببرش. خیلی خوب بیا عزیزم. مامان مامان میخوام برات یه عروسی خوشگل بخرم. مامانمو میخوام خدایا، میخوام پیش مامان باشم. آخه تو از جون من چی میخوای؟ چرا دست از سر من ور نمیداری؟ گوشاتو واکن ضعیفه، من بازم پولو پنه میخوام، ولی به همه میگم که بچه مال منه، تو هم هیچ جوری نمیتونی زیرش بزنی، چون نه شناسنامه ای تو کاره، نه اسخری که حقیقتو بگه. انصافت کجاست مرد؟ چرا داری منو به خاک سیاه میشونی؟ خلاصه بودور کوار، یا تا فردا پولو میاری یا قید بچه تو میزنی. آشه صاحب کن روشن کن بری بابا. سی که میبینه تمو بچه رو چیکار کردی؟ دادم ببرمش مدرسه. دارم دیوانه میشم زهره، همه چی داره خراب میشه، دیگه طاقت ندارم. گریه نکنم، از گریه کردن که کار درست نمیشه، باید یه فکری بکنی. چه فکری؟ ما چیکار میتونیم بکنیم؟ بهتر نیست همه چی رو به میتی بگیم. بگم چی؟ بگم که قاتل برادرشم، مادر برادرزادهشم. آخه تو که گناهی نداری، اسقر رو که تو نکشتی. اون فکر میکنه که من باعث شدم، به محض اینکه بفهمه اون زن کافه ای منم، با لگد از خونش میندازتن بیرون. نه زهره، هر طوری شده باید این پولو فراهم کنم. آخه از کجا؟ نکنه میخوای دوباره بری سر جیبش؟ اون دیگه پولشو تو جیبش نمیذاره، میترسه از جیبش بزن. پس کجا قایم میکنی؟ فرم خود بری کرد، قربون شما، به سلامت، مشرف. سلام علی آقا. سلام خانم، خوش اومدین. متشکرم. حالت چطور علی آقا؟ قربون شما. چطور همچین این طرف ها؟ راستش باهات یه کاری داشتم. خیر ایشالا. زهره جون میخواست یه چیزی بخره، فکر کردم اگه با تو بره خیلی بهتر. با من؟ آره؟ آره علی آقا، هرچی باشه شما کاسبای محلتون رو میشناسین، بهتون تخفیف میدن. به اونا که بله، اگه کی باشن که ندن. ببینم همین دورو برات. آره چند تا دکور برده. چشم پر بخونم، در خدمت. بفرمایید. شما مردم اینجا باشین، من الان برمیدم. به حالتون. بری سر کارتون. حالا ببینم. ما تلفن خلوت کنیم.
سلام علیکم آقا میتی. علیکم. چه خبر؟ حاجی کله پس یه دفعه سر سراغتون بده پول میخوام. خب میگم صبح اول وقت در دکونش منتظره. باشه میرم. آ عصری هم پروین خانم و زهره اومده بودن اینجا. واسه چی؟ زهره میخواد یه سینه بخره از دکون حسن ولی از مشتوتن خرید. علی چی استاد؟ پولو به کسی دادی؟ نه. چطور مگه؟ پس کدوم گوری قایمش کردی؟ همونجاست. تو طبقه بالاییه. بیا پیداش کن. رو چشم. بوسه به نظرم چشا ضعیف شده. بپو کنار. ببینم. اینا چش. ده. تا زور بودا من خودم دیدم. نکنه پرده رو برده پریده. چی شده؟ شاید کسی بلندش کرده. یعنی کار کی میتونه باشه اوسا؟ مایک غیر از تو کسی دیگه هم کلید داره. منظوره چیه اوسا؟ نکنه فکر میکنه کار منه؟ پس کار کدوم نامردی میتونه باشه؟ این دیگه خیلی بی‌انصافیه اوسا. یعنی میخوای بگی من دوزم؟ ناباش به حروم نامرد. واسه خاطر پولش نیست. فقط دلم میخواست تو یکی ناپاش نبودی. یاله بگو پول کجاست؟ خدا من بر ننشتم اوسا. حرفم باور کن. اسم خدا رو به اون زبون کثیفت نیار. بی صفت دوز. این تهمت اوسا من رو هم خبر نداره والا. خیلی خوب. قبل از اینکه کار دست دادم بزنم چکار. من این کارو نکردم اوسا. من دوز نیستم. آجه میذارم قصر دری فقط واسه اینی که یه روز دستم با تو یه سفره رفته. گم شدی که نمیخوام ببینمت. خیلی خوب باشه اوسا. ولی یه روزی خودت بهش میرسی. خدا جای حق نشسته. همه چی رو میشه. خودت میفهمی که ما دوز نیستیم. چرا امشب حساب کیت کنی؟ والا دارم کلافه میشم. همه حسابام غلطه. تو این سال و زمونه آدم نمیدونه به کیه. طوری شدی؟ بعد 10 سال تازه فهمیدم که علی دستش کجه. من فکر نمی کنم علی دوست باشه. اون پسر خوبیه. خودم هم فکر نمی کردم ولی هست. از کجا فهمیدی؟ اولای تو صندوق سالن گم شده. شاید خوب با. نه کلید صندوق فقط اون داره. خب تا من نماز می خونم تو هم پشت شام حاضر کن. باشه. بجون باش اینجور نبود. باید کار خودش باشه. قسم میخورم که اگه یه دفعه دیگه مزاحم من یا بچم بشی قید زندگیمو میزنم و خودم تمام ماجرا رو برای مهدی تعریف میکنم. چه چی بشه؟
مطمئن باش اون وقت مهدی برای سرت میاره که مرغای هوا به حالت خون گریه کنن. البته تو هم بیفریز نمیمونی. چقدر؟ 7000 تومن. قبل از این که توی داشتم با خودم فکر میکردم حق با توه، به نفع جفتمونه که من این شهر برم، برم و بذارم تو به زندگیت برسی و عشق کنی. ولی این کار یه شرط داره. چه شرطی؟ نمیخوام آرزو به دل بمونم. باز واسه اولین بار و آخرین بار همونطوری که اسخر رو بغل میکردی با من بخوابی. توف به تو بیاد مرد. را به جایی نداری شاین، اگه با رضایت هم به این کار ندی به زور باداره. توف رو پیشونی یه مرد باقی بمونه. تو داری اشتباه میکنی علی، من این بدبختی رو به خاطر اون میکشم علی، باور کن. نه، که اون تموم نکرد من تمومش میکنم. میکشمه. چرا داد میزنی مامان جون؟ چی شده؟ چی نیست دخترم، داشتم با عمود شوخی میکردم. عمو سلام عمو جون. سلام. این دیگه چیه؟ چند دقیقه بهم امون بده تا همه چی رو برات تعریف کنم. اگه باور نکردی اون وقت من حاضرم هر کاری دلت خواست بکنی. باشه بگو. خلاص ما بزن اون بزن ما بزن اون بزن. یهو این نقشه نمیشه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام جفتی چقم. سلام والله کراش بابا. والله یه رفر وقت کن پسرم بوده پردی کنه بابا رفت بود تو. پردی؟ حالا تو صورت کنه. ای خونت خراب شه زن، آخه چرا لب بستی و هممونو در به در کردی؟ من دیگه زندگیم تمومه علی، یه کاری کن اونو پیداش کنی. اگه شده زمین و زمون زیر رو کنم پیداش میکنم، اینو بهت قول میدم. اما تو نواس اینجا بمونی، باز همراه من بیای. من به درد من نمیخورم علی، برو منو به حال خودم بسی. یادت رفته تو هنوز زن اون هستی، زن مهدی نواس تو کافه و اینجور جا پلاس باشه. بلند شو بلند شو قبل از اینکه هاشم و دار دستش سر برسن از اینجا برو. خوش بده. بیا تو بقل خودم جان، تو یادگار داداشی اوستمی، تو هم دارم نوکرتم. بیا بریم دیگه، زود باش میبریم تا نرسیدم. بیا اینجا بریم. خوبه، خوشم اومد. بچت للم پیدا کرده. آقا کی باشم؟ هاشم. فکر نمی کردم مهدی انقدر ذلیل شده باشه که شاگردشو بفرسته دنبال عیاله. حتما یه حکمتی تو کار بوده. الان واسه تعریف میکنم، یه دقیقه صبر کن. بگیرش واسه کنم، امشب نامرد کشونه. خب هم میخوای بدونی ها؟ حتما قابلت ندونسته که خودش نیومده. خیالات ورد از شو، بهتره بگی افت کاکلی بهش مرخصی نداده. اون تویی که به جیزه اینجور زنو میپری. پس برو با چشهای خودت ببین خونه افت ماسخیار درست میکنه و چراغ زنبوری بالا. بردست پر رو پاشت بیا بلش کنی. چند نفر سر یه نفر جنها مرده هست. مادم چون رو بای چشت بکرم یاد کاری برنش آتازه اولشه. برنشه بابا بیا نه تشوبت.
بگیدی که این برا آفتابی نشه. اون طول سج از اینجا ببرد. نه آقا چی دست منو بیاره. علی برو بچه برو. علی من بازم بر میکردم. خوش اومد. بلندش کن برو. قضیه بخوی که اگه چهار دفعه آفتاب زد و خورشید غروب کرد هیچکی ندونه کی بود یا چی شدی. حالاشم کسی نمیدونه. نمیخوام که بدونه. به گذشتت فکر کن مرد. به اسم و رسمه. به یاد اون روزایی بیافت که یه تنه میونه ده تا برد میچرخیدی و نهره میزدی. چی شد اون مردی و مردونه گی؟ نکنه خونه از خرا فراموش کردی؟ اگه شده یه عمری در به دری بکشم پیداش میکنم و جونشو میگیرم. اینو بهت قول میدم داداش. اینه اون چیزی که ازش دم میزدی؟ میخوای که مرد ذلیل بمونه و نامرد آسوده نفس بکشه؟ هیچ میدونی که الان زنه تو چنگ کیه؟ بس کن علی. اون عوض شده دیگه. مردی و مردونگی از بین رفته. هیچ خوش نداشتم بیای سلام. اصلا منو با این حیبت ببینی. برو علی برو برو و فراموش کن که میتی وجود داشته. باش هیچ وقت حقیقت رو به نمیگفتی. فکر میکردم اون توفی که تو صورتم افتاده بود پاک کردم. تا حالا از آجان در می رفتم. ولی حالا از ننگ و بیابروی فرار می کنم. از اینجا برو برو بذار دردم و تو دلم نگه دارم. باشه اوستا میرم. اما صاف سر قبر داشت بهش میگم پاشو نگاه کن میتی که با شرف شده. زنش ول کرده تو چنگال قاتل تو به شیشه عرب پناه برده. علی غیر این اوسا تو یکی بودی مرد. یه شیرازی رو گردت میچرخید. یه تنه معلار حریف بودی. صداد عرق به پشت لوتیا میشون. اما حالا همت دفاع کردن از ناموس تو در مقابل یه نالوتی نداری. این درد من برم به کی بگم اوسا؟ پیش کی میتونم لب با کنم؟ دل از دوش داداش ناکامم. خیلی زود رفتی. دلم میخواست تو این دنیا هیچی نداشتم اما تو یه داداشو داشتم. وقتی داشتم تو دل خاک میذاشتمت یه قولی بهت دادم. گفتم اگه شده یه عمر در به دری بکشم پیداش میکنم و جونشو میگیرم. حالا میخوام به وعدم وفا کنم. پیداش میکنم و زنده زنده دارش میزنم. به
دیگه هم مهتی برگشته، تو ندیدیش؟ دیرم شده، باید برم بوسه. گفتم دیدیش یا نه؟ خیال میکنه اگه دیده بودمش تو بیا همه چیز هنوز زنده بودی؟ بردن دهنه تو! پسته بی شرف، دیری و زود اون پیداش میشه. قبل از اینکه به چنگش بیفتی بهتره بری یه گوری خودتو سر به نیست کنی. اینقدرام بد نمیگی، اما بهتره اینم با خودم ببرم. نه چون تنهایی و حوصله‌ام خیلی سر میره. بدش من بچی، بدش من دیگه بدم جعفری میره. بدش کن شو. اگه میخوایی بچه زنده بمونه باز هر کاری میگم هیچون رو چرا اجرا بکنی. چیکار باید بکنم؟ حالا شد، باز جیگر مهتی رو بسوزونی، کاری کنی که جلوی انظار سکه یه پول بشه تا آخر اون نتونه کمر راز کنه و الا سر بچه تو میبارن میدارم رو سینش. اونو کجا بردنیش؟ نه ترس بابا، پیش خودون دست پچه نشو. وقتی آقا مهتی تو دست به سر کردی میتونی بیای ببریش. شد باز ببخشین، ما اینجا یه کار خصوصی داریم، ازتون خواهش میکنم که بزنین بیرون و خلوتش کنین.
البته پول میزتون رو من حساب میکنم. ای عمو بی خودی پولت و راخ ما نگاهش کنیم. طرف چلک شو. ببینم موسیو بله. گفتی اومدی عشق کنی. آره خب معلومه که اومدی عشق کنی. آره دیگه با ازداغ میتوی خواهی نکن که خواهی نکن تو بپوش بریم. کجا؟ سر خونه زندگی. مثل اینکه یادت رفته من کیم. من حالا دیگه شاهینم. شاهینی که اون جماعت واسه خاطر دیدن قیر و قنبیله هاش کلی پول داده بود. به هر کسی که موی زن نبوده به خاطر این بیمربتی دخ و پوزتو خورد میکردم. تو حق نداری منی. من هر طور که بخوام زندگی میکنم. از اینجا برو، منو به حال خودم بذار. راست میگی. حالا میفهمم که لیاقت زدنم نداری. تو حقت تو این دچان سار بمونی و اینقدر دست و پا بزنی تا گند دنیا رو برداره. معرفتت همینه. گوش کن اوستا. اوستا جون گوش کن، میخوام یه چیزی بهت بگم. قضیه اینجوری نبود. کشکت آمد هرچی میکشم از دست تا بکن. اوستا باشا به شرفت زنم، خوب نمایشی بازی کردی. برو بیرون راحتم بذار. واسه چی؟ تو در بردی ها؟ دست از سرم بردار. چرا این کار؟ بپیره جنگی لباست تنت کن بری. کجا؟ پیش هاشم میخواد ببره تیت سفر. خب بچم کجاست؟ همونجا میبینیش، هریب. خیلی خوب، الان میم. چپل گرگو کنیم. الو هتل کاروا، ببخشید آقا، میخواستم با اتاق شماره 217 صحبت کنم. الو سلام پر میخونم. علی آقا جعفر اومده عقبم، میخواد منو ببره پیش هاشم. خوبه خوبه باش برو. رسیدی اونجا سعی کن بچه رو ازش پس بگیری. یه خورده این دست اون دست کنی ما رسیدیم. آدرسو که میدونی؟ آره به آقا مهتی هم گفتم. مثل که الان تو همومه. همین الان راه میافتیم. ها گوش کن، نظری بویی ببرن. آره خداحافظ اوستا. اوستا اوستا جواب مثل که رفت. بچه رو برقص. بچه کجاست؟ تو آتا خوابه. بیدارش کن الان ننشم میرسه. بعد میزنه الان قده و بخورم. بچه هم دیگه خیال داره کجا بری هاشم؟ میخوام چند روزی ببرمشون شمال تا بنکل آبا از آسیاب بیافته. هاشم آبا از آسیاب افتاده، منتها زیر پی خونه تو، میخواد خونه رو سرت خراب کنه. فکر نمی کردم دیگه بتونی این طرف ها آفتابی بشی. از سر اون سفره پاشو، نمیخوام سفره مرتضی علی از خون کثیفت رنگی بشه. داشتم همین اشتباهو کردم، نباز تو روی من وای میستا.
اشتباه اصغر این بود که فکر میکرد تو مردی. بهتره دومتو بذاره رو کولتو در ریمیتی، اینجا چیزی گیرت نمیاد. چه چیزی گیرم نمیاد؟ میگم افتاد به جون نامرده جنگ مرده شده بیه جلو این هم تو ببینم چند تا دندون داری؟ این چی چیه؟ این چشه بابا این چشته؟ آره برو بیبره این تو اوکی کامورا رو دفتون کامورا رو دفتون چه تا بچه؟ کارا تنش کرده دیگه هایی گواردین یه خود به جلو لکش میکنه What is happening? چهتونه شما؟ چند تا چون کاری دندون رکتون دندون فسیان نفهمیدم حالا دمیان یه چیز رو خورد به اینا که بیرید بیرام این چیه؟ این دست توه؟ تا با دست خودت الان دیگه چی داری؟ هیچی نداری؟ بگو بچه کجا؟ بچه تو ساخته بوده تو ساخته بوده تو ساخته بوده مهدی! اشتا خودت برده سر میندادی من دیگه نمیخوام آواره بشن مهدی برش کن خواهش میکنم چی ناراحت هم نمیتونم درست حسابی ببینم خیلی خوب سرت بیار جلو تو هم ناراحتی دره بیار خدا پدرت هم بیار سرت دولا کن این رو این چیه افته تو دست کنیم این یکی چچه تو مصنوعی بود اما من همه که تو بار ای اوستا وایسی منم بیام علکم دولکم چرخوف علکم انه میگد